یک موضوع خیلی مهمی است من این رو خدمت برادران و خواهرانی که در اروپا زندگی می کنند در کشورهای غربی زندگی می کنند در روسیه در آلمان <تصفح> می بینیم در حتی در ترکیه مثلا بعضی از جوانهای مسلمان خاصا در فصل تابستان با یک تیشرت مثلا حالا یا آستین کوتا یا اصلا رکابی بدون آستین و با یک شرطی که بعضا حالا اگر تازانو باشه که عورت شرعی است اما اگر بعضا میبینیم که با بالاتر از زانو در کنار یک خانومی که از سر تا پا پوشیده است حتی چشمانش هم با عینک سیاه پوشیده نقاب زده سر تا پا پوشیده دستکش سیاه پوشیده جراب سیاه پوشیده از سر تا پا پوشیده خیلی خوب حجاب اسلامی است حجاب شرعی است خیلی عالی است اما می‌بینیم در کنارش یک جوان یک مردی که شورت کوتاه پوشیده بعد با یک تیشرتی که آستین کوتاه یا گای اوقات اصلا آستین نداره و اینا در خیابون ها می گردن. حالا در روسیه در آلمان در بلژیک در هلند در ترکیه در کشورهای مختلف در اینجا دو موضوع رو میخوام خدمت شما ایزان بیان بکنم اول اینکه از از مروت یک مسلمان و یک مرد نیست که با همچین لباسی از خونه خارج بشه یعنی تصور بکنید انسان هایی که این گونه لباس می پوشن رو از مخارم مروت میگن از مخارم مروت میگن و عدالت این شخص زیر سوال میره حتی شهادتش رو قاضی قبول نمی کنه در نظام اسلامی عدالت این شخص زیر سوال قرار میگیره و موضوعات زیادی از البته این تنها این نیست مثلا حتی غذا خوردن در آلت را رفتن در خیابان مثلا این جز اخلاق مسلمان نیست که این کار را انجام بده از نگاه شرعی بعد که بهشون حرفی بزنه میگه برادر عورت یک مرد از ناف تا زانو هست چه اشکال داره؟ من به این شخص میگم آیا حاضری که مثلا با همین با همین وضعیتی که الان برای گردش برای سیاحت در ترکیه یا در اروپا داری میگردی برای سیاحت یا برای خرید تو بازار آیا با همین وضعیت سر کار میری توی اداره ای؟ با همین وضعیت مثلا توی یک مهمانی میری این دلیل نمیشه که مثلا از فلان جا تا فلان جا شرعی است بقیه هر طوری که خاصی شما یک چیزی به اسم مروت است یک چیزی به اسم مردانگی است یک چیزی به اسم حیا هست من وقتی این مناظر رو میبینم این جمله در ذهنم ایجاد میشه که زنان با هجاب و مردان بی حیا برای بی حد و مرز نیست مثلا طرف بگه حالا برای عورت شرعی از ناف تا زانو هست برای یک مرد و با این شکل بیاد بیرون ما به این درسته میگیم که از نگاه عورت شرعی عورتش رو پوشانده اما یک مرد بی حیا هست شما اگر از خودت خجالت نمی کشی، از دور و خجالت نمی کشی حداقل از, از این خواهر محجبه و مسلمان ما که در کنار تو هست از این خجالت بکش چطور اون سر تا پایشو پوشانده و تو با این وضعیت داری در کنارش خجالت نمی کشی موضوع دوم مرتبط با این قضیه خیلی خطرناکتر است این یک پیام خیلی زشتی در ذهن غیر مسلمان ها ایجاد میکنه که من به شخص شاهد چندین موردش بودم که داشتم با خودشون زمزمه میکردن غیر مسلمان ها میگفتن این چه دینیه این چه مسلمانیه که تو این هوای گرم الان میدونید که همه دنیا خواستن حتی در اروپا حتی در آلمان هم هوا خیلی گرم است رطوبت شدید میگه این چه دیدی است که این بشر حالا اونا با منطق خودشون دارن این رو مطرح میکنن این بشر از سر تا پاش پوشیده خدا میدونه با چه مشکلی داره نفس میکشه در زیر این چادر در زیر این عبای به اصطلاح یا حجاب و اینو ببین که شورت پوشیده بعدش هم گفتم از زانو به بالا میپوشن متاسفانه با یک تیشرت رکابی یا تیشرت آستین کوتاه یا بدون آستین اینک سیارم زده خرامان خرامان در کنار این خواهر معجبه داره میگرده میگن ببینید بیعدالتی در دین اسلام رو ببینید ظلم و ستم در بین مسلمان ها رو زنشو مجبور کرده که اینطوری بیاد بیرون خودشو ببینید چطوری اومده بیرون باور کنید من بارها و بارها شنیدم شنیدم به گوش خودم شنیدم که این چه دینیه این چه اسلامیه که اینها این گونه ظلم در مورد زن انجام میدن خب طبیعتا این بر اساس منطق اونهاست و این برادر مسلمان ما یا این برادر بی ما با این وضعیت داره دینش رو بدنام میکنه اسلام رو بدنام میکنه داره یک پیام منفی به غیر مسلمان ها میده که بله این اومده با شورت و با تیشرت داره میگرده راحت در هوایگر گرم و زنشو مجبور کرده که با این لباس بیاد بیرون در حالی که ما میدونیم که اکثر یعنی خ... صد درصد خواهران مسلمان ما که حجاب میپوشن سر تا پایشون رو میپوشن نه اجباری از طرف شوهرشون هست نه اجباری از طرف پدر یا برادر است اینو یک وظیفه شرعی میدونن یک وجیبه شرعی میدونن اما طرف مقابل اینطوری برداشت میکنه تو به جای اینکه دعوتگر دین باشی تو مردم رو از دین متنفر کردی از اسلام متنفر کردی و این بیهیایی است بیهیایی ربطی به اجاب و غیر اجاب نداره ببینید الله سبحانه و تعالی وقتی در مورد حجاب صحبت میکنه نمیگه که ای مؤمنین ای زنان مسلمان شما تحجبو نگفته در جایی در قرآن در هیچ جایی از قرآن نگفته ای زنهای مسلمان شما هجاب بپوشید چون گای اوقات همین هجاب سبب فتنه و فساد میشه چطور؟ هجاب تنگ، هجاب شفاف، هجابی که مفاتن زن رو برازنده بکنه، نشون بده این هجاب نیست به خاطر همین الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم خیلی زیبا بیان میکنه ولا یبدین زینتهن زینت خودشون رو آشکار نکنن ببینید زینت آشکار نکردن هدف اصلی حجاب است یعنی مفاتن جسم یک زن نباید آشکار بشه نه اینکه یک چادر چادری مثلا تنگی رو بپوشه که سر تا پاش پوشیده است اما که انه هیچی نپوشیده همه مفاتن بدنش رو داره نشون میده یا یک نوع رنگهایی با زخارف و با گلدوزی های عجیب و غریبی با ترایی های عجیب و غریبی درست میکنن که اصلا به جای این که این هجاب باشه این بیشتر جلب توجه میکنه در بین جامعه مردها رو بیشتر متوجه این زن میسازه این هجاب نیست هدف از اجاب این است که زینت یک زن آشکار نشه متاسفانه امروز بیشتر اجابها ها زینت زنها رو آشکار میکنه ثانیا الله سبحانه و تعالی وقتی که امر میکنه مردم رو انسان ها رو مؤمنین رو به سوی عفت و پاکدامنی و حجاب اول مخاطب مردها هستند و قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم اول متوجه مؤمنین هست یعنی چی مردان مؤمن بگو به مردان مؤمن که بپوشند چشم های خود را از حرام بعد از اون در آیه بعدی و قل للمؤمنات یغضن من ابصارهن و بگو برای زنان مؤمن که چشمان خودشون رو از حرام از فساد از فتنه بپوشند اینا همه یک سری اصطلاحاتی است که الله سبحانه و تعالی به اون وسیله میخواد به مرد و زن مؤمن هجاب رو، حیا رو، افت رو، پاکدامنی رو تعلیم بده و دعوت بکنه به سوی حیا رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که حیا شعبه ای از ایمان است متاسفانه مثلا شما در کل این کشورهای عربی بگردید یک مرد عرب رو نمی بینید که در اداره دولتی در مراسم عروسی ولو اینکه در اوج فصل تابستان هم باشه بدون این شماق و غطره و این به چلتاری چیزایی که میگن بدون این لباس ها خیلی گرم اینا وقتی اینو بندازی رو سرت احساس میکنی که دیگه داری خفه میشی اما با این لباس ها ظاهر میشن با غطره و با اقال ظاهر میشن اما همین مرد رو میبینی که در مثلا در ترکیه در کشور اروپایی میره با زن محجبه خودش شورت پوشیده تیشرت پوشیده این یک مرد بی این از مخارم مروت است جایز نیست که یک مسلمان همچین پیام زشتی رو در اذهان غیر مسلمان ها ایجاد بکنه که ببینید ظلم رو این زنش عبای پوشیده از سر تا پا پوشیده است نمیتونه نفس بکشه در اونجا و خودش با این وضعیت داره میگرده کسی نه به من بگه که بالا آورت مرد از فلان جا تا فلان جا هست این بیهایی است این یک پیام زشتی رو در اذهان غیر مسلمان ها و غیر دیندار ها ایجاد میکنه حداقل ما نمیگیم که برو اون لباس از سر تا پا مثلا تو هم و اقال بزن بگن نه حداقل یک تیشرت آستین کوتاه که بپوش حداقل یک به اصطلاح شلوار بلند بپوش این مسئله مهمی بود که خواستم یادآوری بکنم و خیلی از دوستان از این بابت شکایت داشتن که واقعا یک تصویر ذهنی زشتی دارن ایجاد میکنن در اذهان غیر مسلمانان و مسلمانانی که دیندار نیستن خاصا در جوامعی که حجاب و اسلام در اونجا هنوز نهادینه نشده و اینا به این وسیله دارن مردم رو گمراه میکنن در ازهان مردم تصویر ذهنی زشتی دارن ایجاد میکنن امیدوارم که این مسئله رو دوستان در نظر بگیرن